نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری باز کردن گره بنبست انتخاباتی یا تیره کردن بیشتر فضای سیاسی تعداد آرای آقای آشیفانی دکتر اشرفخانی بوده چار میلیون و چار سد و اشتاد و پنج و جناب دکتر سه بوده چه میلیون و 162, 163, 244, ساعت 16000 که به و ساعت ۶ هزار دلاری رولکس ابو بکر بغدادی خلیفه داعش. جام کمیسیون انتخابات پس از ساعتها زنی نتایج مقدماتی را اعلام کرد بر اساس این نتایج اشرف غنی احمد زی 56 ممایز 44 درصد آرا و عبدالله عبدالله 43 56 درصد آرا را به دست آوردند رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت میزان مشارکت در انتخابات بیش از 8 میلیون بوده است آقای نورستانی تاکید کرد که اشتباهات تکنیکی را در روند میپذیرد و وجود تقلبات و تخلفات را این کار نمی کند اما مسئولیت رسیدگی به این تخلفات کار کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی است حالا دو عضو دو ستاد انتخاباتی که یکی موافق اعلام نتایج انتخاباتی و دیگری مخالف اعلام این نتایج بودند با ماست مجیب الرحمن رحیمی عضو ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله و هیله ارشاد عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی برای بحث بیشتر با ما هستند مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید آقای رحیمی واکنش شما چه است به آنچه آقای نورستانی اعلام کرد؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما مهمان برنامه سلامت. و مردم شریف افغانستان با آرزویی که تاعت و عبادات همه در این ماه مبارک مورد قبول خداوند قرار بگیره موضوع ما از مشخص است طبیعتا ما یک مدت طولانی هست که با کمیسون و دلیل تقلب های گسترده در انتخابات قطع رابطه کردیم در مرحله مقاطعه به سر میبریم تلاش های صورت گرفت که بتانیم برای اعتبار بخشیدن به این روند و برای مشروعیت بخشیدن به رواند به خواستای ما رسیدگی و دوباره به پروسه بپیوندیم شما در جریان هستیم که نامه از طرف ستاد ما روان شد برای کمیسون و جواب رد دریافت کردیم بعد هم آقای مشخصا شما انتظار 43 ممیز 56 درصد آرار را داشتین که ما... آقای این خط به میاره در اجازه بتین... بعد در مرحله دوم صورت گرفت که براوند بپیونیم متاسفانه اونا هم از طرف کمیسیون مورد قبول واقع نشد نتیجه که از طرف کمیسیون ایران شد از طرف ما مردود است مشروعیت نداره اونو به رسمیت نمیشناسیم ما خانی بودیم که آرای پاک مردم افغانستان از آرای ناپاک تصفیه شوه در یک روند شفاف و عادلانه مورد قبول هر دو تیم که در او راستا مذاکرات را هم آغاز کرده بودیم و مناسب بود که کمیسیون قبل از اعلان نتایج منتظر میمان که تا این مذاکرات به نتیجه میرسید و بعد از پذیرفتن یک مکانیزم های به آرای تصفیه آرای تقلبی پرداخته می شد ولی متاسفانه او صبر و حوصله را کمیسیون هم نداشت و اونایی مثلث ارگ و کمیسیون و ستاد آقای اشرفخانی که عجله کردن بر حال ما نتیجه را به رسمیت نمیشناسیم از طرف ما مشروعیت نداره و نتایج و پیامدهای این اعلان را به دوش کمیسیون و کسانی میدانیم که در با تقلب با سازمانی تقلب در اعلان این نتیجه عجله کردن و رهبری اصلاحات و همگرایی انقریب موضوع رسمی خود را در این مورد اعلان خواهد کردن ولی اون سال پاسخ نیافت که انتظار داشتین 43 ممیز 56 درصد آرا را آقای عبدالله به دست بیارن کمتر از اون چیزی که به پیروزی برسونه با توجه با توجه به چاق طبیعتا انتظار تقلب گسترده ای که صورت گرفته بود انتظاری را داشتیم ارقام طبیعتا بیرون آمده بود ما از کمیسون خانی بودیم که رقم هفت میلیون توزیع بدن حالا دیده میشه که تقلب به حد گسترده است که این میزان مشارکت به 8 میلیون و بیشتر از 8 میلیون رسیده توقعی چنین چیزی میرفت بله خانم ارشاد شما انتظار داشتین 56 بیشتر از 56 درصد آرارا آقای غنی به دست بیاره بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما جناب رئیس و بیننده بسیار بی محترم تلویزیون طلوع مشخص منتظر نبودیم که همچو یک عدد مشخص باید به نفع تیم ما اعلان شود اما ایره از روز که انتخابات شده بود و راپور که از ناظرین بر ما رسیده بود بدون شک که میفابیدیم که آرای ما بیشتر است چقدر موافق هستین که مسلس هر کمیسیون انتخابات و ستاد شما نتایج را امروز با شتاب اعلام کرده؟ خب امی که ادامه میشه مسلس ما اصلا موافق به این کلمه هم نیستم و شتاب به این صورت ما تیم ما نمیتونه نامش شتاب بگذاره برای زیگه ما میشه تاکید به ای داشتیم که تقویم انتخاباتی باید حفظ شوه و به قانون روزی که تعیین شده باید نتایج انتخابات اعلان شود که نشد چندین بار به تعویق افتاد اما بدون شک همیشه تیم ما این موضوع را بارها یاد کرده و تاکیدم کرده که آرای ناپاک از آرای پاک جدا شود که من خودم شخصا از کارکرد کمیسیون تشکری هم میکنم اما یک خواهش دارم که چون مدت کم است تا با اعلان نتایج تا به اعلان نتایج وقت کم داریم در این مدت اگه بتونن که حتی شبانه روزی رویش کار کنن کمی آرای که گویا تقلبی است و یا ایده از آرای غیر تقلبی جدا کنن ما هم بله. خورمشوست. چقدر موافق هستین که به قول آقای رحیمی گوسفندان چاق نتیجه را این گونه شکل داده. این ادعای تیم مقابل است که میشه ما تلویزیون رسما از ایشان خواهش کردیم که اگر حرمت کلام حفظ کنن و مردم شریف این مرز و به گوسفند تشبیه نکنن و کسی که ادعای ازامت میکنه و او یک تعداد عظیم از باشندگان از این مملکت و یک کتله که در این مملکت زندگی میکنه و سالها تاریخ ساز بوده از موجودیتش صرف نظر شوه و آرایش به گوسفند و یا کدام چیز دیگه که اینا نام شاید شوی ارزدن رقم باشه اما من به این گپا موافق نیستم و خودم خجالت میکشم که یک از مزی وطن به هم چنین نام آقای رحیمی پاسخ شما حرمت کلام در نظر نگرفته و این گوسفندان چاق را پیش میکشین به جای رای دهنده ده ها ما فکر میکنم که بعضی از دوستا در زبان فارسی هم مشکل دارن عبارت گوسفندان چاق برای تقلبی اطلاق میشه که آقای امرخیل برای ستاد آقای اشرفقنی سازماندهی کرده نه مردم و بسیار واضح و روشن است بر صندوق های تقلبی بر آرای تقلبی کنا روان کرده بودن چنین اصطلاح یا ترم اختراع کردن نه بر مردم اون مردم مظلوم و بیچاره که در مناطق زندگی میکنن خانم ها مرد کاش که فرصتی را می داشتن که می برآمدن رای میدادن و میزان مشارکتشون امیر خمی بود ما بدلوجان جان از او استقبال میکردیم ولی متاسفانه یک گدی که یک گدی آمدن از آدرسی اونا صندوقا رو پر کردن و با نمایندگی از اونا نمایندگی نادرست و غیر شرعی تقلب را سازماندهی کردن نه مردم به او اساس خدای نخواسته هیچ گاه نیت اهانتی به مردم نیست و هیچ مردمی را کسی گوسفند نگفته این اصطلاح برمیگرده به آرای تقلبی نه با آرای مردم این آرای تقلبی است که میزان مشارکت را و میزان رای دهی را تغییر داده در چه حدود آرای تقلبی در این هشت بیشتر از هشت میلیونی که آقای نورستانی اعلام کردن وجود داره حدوداً آنچه که در سطح جامعه جهانی در حلقات دیپلماتیک و در ستاد ما مطرح میشه حدود بیشتر از دو میلیون رای تقلبی سازماندهی شده و ما خانی بودیم که به این آرای تقلبی که فیلن در وقوع تقلب اختلافی وجود نداره حتی تیم مذاکره کننده سیاسی و تکنیکی تحول و تداوم هم میپذیرند که تقلب سازمانی یافته صورت گرفته جامعه جهانی حیاتی که آمدن و ستاد ما بحثی بود که چگونه باید به این تقلب رسیدگی صورت بگیره تا آرای پاک مردم نتیجه هم بزنه ولی بتاسفانه... این متاسفانه این نتایج که اعلام شده مردود است و مشروعیت نداره و بر رسمیت نمیشناسین معنایش چی است شما میگین که مسئولیت اینم به دوش کمیسیون انتخابات خواهد بود مشخصا اگر این را واکاوی بکنین که شما چی میخواین بگوین متاسفانه این که نمیپذیرین شما بیرون از کمیسیون ماندین کمیسیون آمد نتایجش را اعلام کرد خب نتایج نهایی را همین گونه اعلام میکنه و شما در پشت در کمیسیون میمانین خوب ما خواهانی بودیم که به خواستهای معقولی که ما داشتیم و بیشتر مبتنی بود بر رسیدگی به تقلب های گسترده رسیدگی صورت بگیره و از رفتن به طرف بحران جلوگیری شود متاسفانه متاسفانه در جوامع بعد از جنگ در جامعه‌ای که نهادها در مرحله از پختگی و استقرار نرسیدن ما تجربه های تلخ جنگ ها و تنش ها و نارامی ها و بیسیباتی های بعد از انتخاباتی را داریم از افریقا گرفته تا آسیا سوکمندانه اونایی که به مردم سالاری باور ندارن بلکه مردم سالاری که اساسش یک شهروند و یک رئیس است در چندین بار تلاش کردند که از راه تقلب و از راه خدعا و نیرنگ سرنوشت مردم را رقم بزنن که در تجربه انتخابات های قبلی هم مایر ما متاسفانه داشتیم این بار بار دیگه بعد از 13 سال و تجربه را میخوان تکرار بکنن اجازه بدین متع... خوشبختانه افغانستان امروز افغانستان 2001 نیست این نمیشه که یک نفر یک رای بده یک نفر دیگه هزار رای تقلب بکنه در صندوق بیاره هم جامعه تغییر کرده هم روابط خود خب تغییر کرده شما میگین که آه. چونین شده اجازه بدین هم سطح آگاهی, آگاهی هم بله هم سطح آگاهی مردم تغییر کرده بعد از 13 سال اگر بین با باز هم بناره بری بری بگذاریم که یک رای بده و یک تقلب بکنه هم بنیاد دموکراسی و هم بنیاد مردم سالاری در افغانستان صدمه و آسیب می‌بینه هم اعتبار نهادها و هم اعتبار مردم ما بالای یک روند به نام انتخابات. حالا هر احتمال در مرحله جدیدی که وارد میشه. حالا ما وارد یک فاز جدید شدیم، وارد یک مرحله جدید شدیم. این مرحله استراتژی جدید، طرح جدید می‌خواد، ادبیات جدید می‌خواد و مسئولیت هر پیامد به دوش اونایی که تقلب کردن، به قانون تن ندادن. و از مجراهای قانونی به یک قضای رسیدگی نکردن حالا جایی رسیده که منطق دیگه از کار افتیده پس آقای در یک جمله شما میخواین از یک تمام آمدن ای... یک بحران هشدار بدین من یک چیزی را من یک میخوام یک بار دیگه من گفته بودم این بارم تکرار میکنم هیچ کس هیچ کس حق نداره نمیتونه از طریق تقلب خودش بالای مردم ما تحمیل بکنه و هیچ گاهی در هر سطح و مقامی که باشه برش اجازه هم نمیتیم که با استفاده از آرای تقلبی بیایه بالای دیگه بار دیگه خود بالای ما تحمیل بکنه و حکومت بکنه تمام گزینه ها از طرف ستاد ما در چارچوکات قانون و در چارچوکات عرف و عاداتی که ما داریم مورد بحث قرار گرفته و رهبری ما به زودترین فرصت عکس خود خود در این مورد اعلان میکنه ما از رای مردم ما از آرای پاک مردم ما از کسایی که آمدن بر ما رای دادن انگشتشان قطع شده از کسایی که در مدت طولانی در استراب و در نگرانی زندگی کردن و از ما خواستن که بیم از رای دفاع بکنیم برای از اونا تعهد کردیم که از تک تک آرایشان و از حقشان به هر قیمت که باشه دفاع میکنیم و این نه جامعه جهانی نه برای تیم رقیب ما و نه حکومت افغانستان برای هیچ کسی پوشیده نیست و این کار انشاءالله که انجام خانم ارشاد پاسخ شما حالا در چند نکته پیشتر از این آقای مرخیل آرای تقلبی گوسفندی را بر شما تهیه کرده اشاره به اون آرای گوسفندی و آقای رای می گفتن شما هم میپذیرین که تقلبات گسترده در این انتخابات صورت گرفته و متوقع بحث آقای رای می. بسیار خوب در اول میخوایم با آقای رایمی بگویم که خوشبختانه ما واقعا فارسی نمیفهمم چون فارسی زبان ایران است و ما به زبان بسیار شیرین دری صحبت میکنم که اتفاقا بسیار خوبم بلد هستم و به نزاکتی نشه شاید از شما کده خوبتر بلد باشم از رای گوسفندی که وقتی که شما میگین که ما رای گوسفندی گفتیم و شخصا نگفتیم رای مظهر اراده یک شخص است که میره وقتی که پای صندوق میسته او اراده یا با دکتر صاحب عبد بوده یا اراده ترس سبا شفغانی بوده وقتی که بر رای و یا به شخص توهین صورت بگیرد دو پانزه اکسیز فکر نکنم کدام فرق وجود داشته باشه بدون شک ما ما میفهمیدیم که تقلب صورت میگیره که تیمشان بعد از دور دوم انتخابات فهمیدن که تقلب صورت گرفته از کجا میفهمیدین که تقلب صورت میگیره ما از دور اول ریاست جمهوری جناب آقای کرزی میفهمیدیم از دو دور انتخابات پارلمانی میفهمیدیم از دور دوم جناب آقای کرزی میفهمیدیم از دور اول انتخابات که چاری عمل شوه میفهمیدیم که شده و میشه و خاطر قلب صورت میگیره این فهم شما چی بود که کیها در افغانستان تقلب میکنن همین نفر که خود کاندید کرده بودن همشون تا حد امکان تقلب کردن همشون مثلا کیها یک چند نمونه ده خرمشان. نفر همشون اگر لیست شما با بنده ما یعنی همه هم هم ده نفر کلا تقلب و تقلب کار بودن ببینن. در این روند ببینید چون امکان تقلب وجود داشته هیچ امکان نداره از این صورت میپذیرین ایچ... که آقای احمد زای هم جزئی از تقلب بود اگر ده نفر میگین در فهرست تقلب کردن من مشخص در آقای احمد زایام خب وقتی که زمینه تقلب مساعد باشه بدون شک که تقلب شده خو ای آقای احمد زای باشه و خو نو نفر دیگه اما ما چی میگیم ما میگیم که بیاین اینا وقت داریم ما اینا چند روز دیگه ما تا همی فاجعه صورت نگرفته وقت ما داریم که روی امی آرای تقلبی تیمای تخنیکی ما داریم بیاین که دیده شوه و امی آرای تقلبی جدا شوه و هر دفعه و هر بار این ای توهین به تیم ما صورت نگیره کارای گوسفندی و ما چم صد نامه دیگه اینا بیاین که جدا بسازیم ببینین ما یک ما وقت داشتیم و حالا یک چند روز دیگه وقت باقی مانده شب و روز روش کار میکنیم حتی خود ما دست به کار میشیم بین من رئیس یک ناظر دم مو... کمیسیون خدمت میکنیم و کار میکنیم این با جدا شوه اما این ما از بسیار سابق میفهمیدیم که این سیستم بر تقلب درست شده همین خب سیستم انتخاباتی گر... که ما داریم بر تقلب درست شده آقای رئیمی نماینده آقای عبدالله میگن که مردود است مشروعیت نداره و بر نمیشناسند خب خیلی واضح باید باشه اینا برای شما. باید خودش هم تشریح کنه بریزی که اینا میگه که ما مقاطع کردیم تمام فیصله از اینا مردود است ما نمیخوایم نمی فیصله که اما در این حال شرط و شرایط هم مگذاریم در حالی که با تمام می شرایطی که پیش ما وقتی که یاد داشت تا به حال حد 12-13 شرایط از اینا رو یاد داشت کردیم که از دمی مدت که از تیم ما خواسته شده و یا از تیم از کمیسون انتخابات خواسته شده بکسر خواسته های اینا جواب گفته شده حتی کمیسون های تخنیکی و

هم کمیسون اما باز گذشت کردیم و وقت دادیم و قبول کردیم امرایشان شرایط شانه مثلا امی ایجاد دو کمیسون تکنیکی و سیاسی خودش در بدن یک کمیسون قانونی که وجود داشته باشه باز کمیسون سیاسی و تکنیکی چی لازم بود خو امو اشخاص بوده که بالاخره از تیم ما و تیم از اینا میرفته اما ما د گذشت از خود نشان دادیم و قبول کردیم که خب اگر می معزل به می حل میشه بیا نمی کمیسون های غیر رسمی را هم دایر کنیم بیا صحبت هم بکنیم اما صحبت هم میشه شرط هم گذاشته میشه هم می... من فکر هم نمیفهمن که چی میخواین چون وقت آزان شام است پس از یک میان برنامه, برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم باز هم خوش آمدید. آقای ریمی حالا شنیدین بعض نرمش های از سوی تیم مقابل و رقیب صورت گرفت از جمله اینکه ایجاد کمیسیون های سیاسی و تکنیکی و را هنوز باز است خانم ارشاد میگن برای اینکه بررسی شوه آرای تقلبی از آرای پاک اولا بگیم که ما فارسی دری صحبت میکنم که یک نقطه مشترک پیدا شوه برای این زبان و یک بار دیگه تاکید میکنم کاش که رای رکینا میگن ممثل اراده شهروندای سرزمین می بود که دو او صورت همون رای باستاب دهنده اراده یک نفر است که مورد احترام می بود و در کاربرد این کلمه ای آرای گوسفندی اشاره به آرای تقلبی است آرایی که یک عده خائنانه از آدرس مردم جعل کردن و این باید بسیار روشن باشه این به با افراد و به اشخاص رابطه نداره ترمی است که برمیگرده به آرای جعلی در مورد ببینین اینو میپذیرن تقلب است جامعه بین المللی هم میپذیره تقلب صورت گرفته ما میگیم تقلب شده خب یک کمیسیونی که مدعی است که با طبق قانون عمل میکنه و طبق مقررات عمل میکنه کمیسیون دیگه هم که موظف است اگر حرفی و سخنی از تقلب ما اینجا درباره تقلب وقت صحبت میکنیم درباره صحبت نمیکنیم که یک نفر دوبار رای داده یا کلکش رفته پاک کرده درباره تقلب های سازمان یافته صحبت میکنیم تقلب هایی که از طرف طبق اسنادی که راه شد مسئولین کمیسیون انتخابات آقای امرخیل سکرتریش سکرترشان والی سایبا قمندان های امنیه اینا سازماندهی شده اینا صحبت کردن یکی از سخنگوی ها با عضو ستاد اینا با آقای با یکی از مسئولین کمیسیون تقریبا 20 ورایت اینا ارزیابی میکنن که آرایشان چگونه است از ورایت خوست و پکتی و پکتیکا چقدر رای ساختن آرای کابل چگونه است ما از این صحبت میکنیم خانم ارشاد همه این نامزدان بودند اگر تقلب وجود داره و در خوب. اون دور پیشتر همه نامزدان دست به تقلب زدن به قول شما وقتی که شما میگن بین از طریق میکمیسونای رسیدگی می کمیسونا در وقتی که می تقلب صورت گرفت حالا اسنادش بیرون اومده کجا بودن چرا مگه به این رسیدگی کردن این مورد بحث صورت گرفت هیچ کاری نکردن دو چگونه نمی آرا و نتیجه بدون تصفیه می اعلان میشه حرف اخیر میسته که شما میگین که نامزدها همه در تقلب داخل بودن ما البته یک, یک صورتی است که شاید یک هواداری یا یک نفر آمده باشه برای یک نامزدی تقلب کرده باشه یکی از که خود نامزدا آمدن در مدیریت و سازماندهی تقلب صحیم بودن ما نویت دومش قاطعانه رد میکنم در بعضی مناطق ناامن گزارش های وجود داره که آمدن آرا را تقسیم کردن که این هم یک خیانت به جفای به دموکراسی است ولی یک چیزی را ما میخوایم به تاکید خدمت شما عرض بکنم که هیچ نوع سازماندهی و دخل در سازماندهی تقلب از طرف رهبری ما وجود نداشته و میارایی هم که ما پیشنهاد کردیم میارایی میارای که پیشنهاد شده میارایی بین الملدی استن این میارها بیای آرای مردم و بکس هایی که یا صندوق هایی که مورد شک قرار داره باید مورد تفتیش و بازرسی قرار بگیره اگر ما هم تقلب کرده باشیم تو قواعد طبیعتاً آرای ما باطل میشه یک نقطه دیگر هم که اضافه بکنم این مکانیزمی که صورت گرفته برای مذاکره اینا یک مکانیزم جاگزین که میسونه و نهادهای قانونی افغانستان نیست تیم مذاکره مذاکره کننده بین دو ستاد است خب با توجه دو کمیسیون انتخاباتی این ما بعد از اینکه شرایطمان پذیرفته شود مکانیزمی را که ما مطرح کردیم اگر اینا پذیرفته شد بعد از اون ما اعلان میکنیم که برای رواند ایرا باز است از پس از اعلام نتایج مقدماتی تیم شما حاضر است که با کمیسیون ها وارد گفتگو شود و دوباره بروند به فکر میکنم کمیسون ها تصمیم خود گرفتن و شرط و شرایط ما فرصت لازم داده نشد از نظر ما از نظر ما ایران ما با سراحت با جرأت و با امانت داری میگم با توجه به تقلب های گسترده که در دور دوم انتخابات صورت گرفته بود این دور دوم انتخابات مشروعیت خود از دست داده اصلا انتخابات نشده ما با یک فاجعه در دور دوم روبروستیم به یک بدنامی بین المللی داخلی دست برد و یک دستبرد و سازماندهی بسیار گسترده رای حلی بود که باید این دور باطل میشد و ما می رفتیم به یک رای حل دیگی ولی با توجه به که مردم افغانستان آمدن قربانی دادن با توجه به نهادهایی که وجود داره حضور جامعه جهانی تلاش نهایی خوده به خرج دادیم تا راههایی پیدا شود که به تقلب رسیدگی صورت بگیره و ما ناگزیر نشیم که این دوره انتخابات را غیر مشروع اعلان بکنیم اما متاسفانه نه به او خواست ها رسیدگی صورت گرفته و نه هم که ها مسئولیت خود در کردن نه هم رئیس جمهور افغانستان که به نگرانی های مردم افغانستان یعنی شما نتایج انتخابات بکنه. را غیر مشروع میخوانید طبیعتاً هیچ تردید گمان های مطرح, مطرح است که اعلام حکومت موازی در برخی ولایت ها صورت بگیره از سوی هواداران شما تمام شما تمام گزینه ها مطرح است وقتی که به مشروع ما رسیدگی صورت نگیره و برای مردم افغانستان احترام گذاشته نشود اساس دموکراسی و مردم سالاری مورد احترام نباشه خب شما چی توقع دارین هر قدر که شما بیان این دایره خبیثه را تکرار بکنین نتیجه شمیست شما رای میتین یک کس تقلب میکنه شما یک بار نه دو بار نه ده بار محروم میشین و هیچ کسی دیگه در افغانستان باور به این نخواد پیدا بکنه که از طریق یک نفر یک رای میتونه نماینده مردم شما میتونه به شورای ولایتی را پیدا بکنه و میتونه بالاخره بزرگترین بلندترین مقام دولتی را در اینجا که جمهوری سهراس بکنه الا از طریق تقلب و الا از طریق سازماندهی تقلب این گزینه هایی را که میگین که باز از تمش از چه زمان روی دست میگیرین و واقعا شما برنامه ریخته بودین و انتظار داشتین چون این نتایج امروز اعلام شود تمام گزینه ها مطرح شده ولی اعلانی که کدام گزینه و چی راهکاری در کدام لحظه کاربرد داره و باید مورد استفاده قرار بگیره کار رهبری جریان است که امیدوارستم امروز یا فردا ایران شود خانم ارشاد شما شنیدین حالا تمام گزینه ها آقای رحیمی میگن باز است بر اینکه چون کمیسیونا وقتی نگذاشتن به درخواستایشان شان و آقای رحیمی میگن اصلا انتخابات دیگر در کار نبوده و یک فاجعه روبرو است خب این فاجعه قصه نو نیست نقش افغانستان قبول نمیشه نام افغانستان قبول نمیشه تاریخ افغانستان قبول نمیشه احمد بابا خواستن باید برداشته شود روی سنه تاریخ این چیزای نو بحرانی همه چیزا رو ما هر روز میشنویم و قسم گوشای ما با این حرفا عادت از کرده اشاره شما با کی است کی ها خب باز اخر که وقت بونه بر گپای مهم تره که فعلا بسیار است اینا گفتن که چطور نتیجه اینا اعلان میکنن به خاطر که هنوز تصفیه صورت نگرفته اینا نتیجه این نیست نتیجه ابتدایی است به خاطر ابتدایی است به خاطر که تصفیه نشده بدون شک کما تو که جناب رئیس صاحب گفتن که مخالف آرای مخالف آرای تقلبی هستند و حتی همین تقلب گسترده هم که صورت گرفته ما هم مخالفش هستیم ما هم میخوایم که کشیده شود در وقتی که ما داریم تفاوت در کجا است خب این او رو باز آقای رایی میبوگه برای اینکه ما کدام تفاوت داشت اما در قسمت که جریان عرفای خود آقای رایی میگفتن که ای کاش ای آرای مردم باستا به اراده مردم میبود ببینین بی که اینجاست که پس به گپ خودشان برمیگردم که نال وقت که شما یک مردم یک مرز بوم نادیده میگیرین و میگین اون نفر هیچ نبوده و رای به نامش ریخته شده اگر واقعا جلس ما هم موافق هستیم که این آرای جالی کشیده شد از بین آرای ما اما در جمله می ده شرط که اینا به کمیسون های تخنیکی پیشنهاد کرده بودن یکی از پیشنهادهایشان هم این بود که در مناطقی که یا در محل که تعداد آرای زنها بیشتر بوده از مردها این را هم قرنطینه کنین این را بین از بین ببریم برای که ما قبول نمی چطور امکان داره که زن ها زیادتر در یک جای رای داده باشه نظر به با اول خوب باید با موجودیت و بشامت زن ما ارزش قائل شویم که آفرینشان که رفتن رای دادن اگر مطلب از اینا او آرای باشه که مثلا یک تعداد مردم کوچی ما در روی کارتشان عکس نیست که در اوج ادای از یا قسمت به است که اگر امو کارت کسی کدا مرد گرفته باشه رای داده باشه به نام یک زن اما بدون شکی باید ایشان بپذیرن که در مو محل ناظر ایشان وجود داشته هیچ امکان نداره که به جای بله. گلبشره شیر محمد رفته خب. حالا در باشه. مورد اینکه که تمام گزینه ها باز است و ممکن روی دست گرفته شوه از سوی ستاد آقای عبدالله خب انتخاب خودشان است که کدام گزینه رو بالاخره انتخاب میکنن اما ما همیشه گفتیم که بستر آیا نگرانی دارین شما به عنوان یک طرف از بازی که اگر نپذیرند و اون گزینه هایی را که میگن همه گزینه ها از جمله اعلام دولت موازی باز است ببینید نگرانی خوب بدون شک ما داریم اما مشکل نگرانی ما چی است ای کاش می ره برای که دای بحران میکنن از پشت دیوارای سنگی و از موتورای ذری خود برای و در سرک م... استاد شوند و خودشان م... مقابله کنند یا مبارزه کنند برای آرا خوب اولاد غریب و یتیم و اولاد سر کوچه کشته می شما تشویش زوره داریم که چرا به خاطر که یک رهبر خوش نیست که یا برای به ارگ را, را نیافته یا امو سیستم انتخاباتی خلاف میلشان بوده اولاد غریب از وطن کشته شد تشویش ما از اینجا است اما ما نمیخویم به هیچ صورت خون وطن ما بریزه تا وقتی که امکان داره ما مبارزه میکنیم تا وقتی که امکان داره ما میخوایم که رای راه حل برشان پیدا کنیم و مشکلشان حل کنیم که با تمام پیشنهادات از این نورستانی صاحب هم در تلویزیون گفتن که ما موافقه کردیم و ما قبختم داریم که بیاین رویش صحبت کنیم بیاین رای حل برش پیدا کنیم امی گریه که به با دست باز میشه چرا با دندان بکشیم ام چه آره فکر میکنین کار از کار گذشته یا هنوزم نه هنوزم وقت داریم دارم. هنوزم وقت داریم هنوزم میتونیم حرف زده شو روی این مسئله که امروز خود شما شاهد بودیم که آقای یانکوویچ چندین بار خانه دکتر سبب الله تشریف بردن چندین بار در کمیسیون انتخابات تشریف بردن اگر چی من من ایسی افغان تو فکر میکنم که وقتی که دای جهاد میکنیم وقتی که دای غیرت میکنیم یک خارجی نباید بین ما میان جگر باشه خواست خداوند به برکت همین ماه رمضان خواستیم که در دل امو یک آب رحم ریخته شد که بالاخره راه حل او پیدا کنه اگه ما بین خود پیدا کردن نتونیم ما نوزم وقت داریم ما نوزم مذاکره میکنیم ما سپس نوزم بحث میکنیم اوکی ریمی چرا یک خارجی بیا پا میانی کنه برای یک مشکل درونی و رهبرانی که ادعای بحران میکنن باید از پشت دیوارهای ضد گلوله خودشان بیرون شون اولا فکر میکنم اکثریت قاطع رهبری اصلاحات و همگرایی از امو مردمای هستند که در بین مردم بودن در درخورترین روزها درد مردم را درک میکنن و حالا هم از مخترای زرهشان پایان شدن و در بین مردم بودن و آخرین نمونش هم امی تظاهرات کابل بود که دکتر سب عبدالله با معاوینینش با دیگر احبارا بیشتر از چهار پنج در بین مردم حضور داشتن بدون کدام مختر زره و چیزی که میگن بحث کافر و مسلمان نیست اینجا به نام سازمان ملل وجود داره که روند را در افغانستان کمک کرده با کشورهای بیرونی و اینا تلاش میکنن که در صورت بروز بحران و مشکلات زمینه سازی بکنن و از او تلاش تمام جهت ها استقبال کردن و استقبال میکنن ولی یک گفت است که ما افغانستان طرف بحران نبردیم ما تخلب نکردیم در اینجا کمیسیون مربوط ما نبوده والی ها قماندان های امنیه و نهادهای دولتی به نفع ما وارد چنین کار نشدن بنبست را ما ایجاد نکردیم پس کی که کرد؟ آقای ریمی همون مسلس ارک کمیسیون و ستاد آقای اشرفغنی احمد زی من این مسئولانه میگم من در جریان بیشترین مذاکرات حضور داشتیم و امروز هم در مذاکرات بودیم خداوند خودش شاهد است ماه رمضان است که رهبری ما و ما نهایت تلاش خود را انجام دادیم که افغانستان یک رای حل سیاسی معقول و عادلانه پیدا شده برای برای مسئله و ما طرف بحران نریم ولی متاسفانه وضعیت طوری میگن که افغانستان به طرف بحران رفته آقای رحیمی خب از علایم چنین پیداست س... که افغانستان را با اعلان پیش از وقت و قبل از تصفیه یارا به طرف بحران سوق دادن سپاسگزارم مجیب رحمان رحیمی عضو ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله و هیله ارشاد عضو ستاد انتخاباتی اشرف احمد زای ممنون از شما در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید خدا نگهدارت در اولین حضور علنی فردی که ابو ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش خوانده شده مشخص شد که وی ساعت گران قیمت با ارزش حدود 6000 دلار در دست داشته است با گزارش شبکه خبری العربیه در تصاویر از اولین سخنرانی و حضور علنی ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش در مسجد در شهر موسل که مردم را به جهاد دعوت میکرد و لباس های مشکی و امامه همچون خلفای اسلامی که در بغداد حکمرانی می به سر داشت مشخص شده ساعتی که وی در دست راست خود داشت احتمالا یک ساعت گران قیمت رولکس به ارزش حدود 6000 دلار بوده است ساعتی که خلیفه در دست داشته نظر بسیاری از فعالان اینترنتی توییتر و فیسبوک را به خود جلب کرده تا جایی که یکی از کاربران خارجی نوشته است خلیفه ما ابوبکر بغدادی ساعت سی, سی به دست کرده اما مارک آن چی بود و این ساعت گران قیمت از کجا آمده است یک فعال دیگر اینترنتی در توییتر نوشته آیا کسی میداند ساعتی که بغدادی دارد چه نوع ساعتی است از سوی دیگر برخی از کاربران اینترنتی گفتند که تصاویر با کیفیتی که از گروه داعش در اینترنت منتشر شده به خوبی نشان میدهد که این تصاویر منتاج شده است و این تصاویر با بیش از یک دوربین برداشته شده که این مسئله به خوبی نشان میدهد که این گروه امکانات و تجهیزات رسانگی گسترده در اختیار دارند.